توی این درس میخوام 8 تا از مهمترین شورتکات های موشن رو خدمتتون بگم که واقعا میتونن توی کار خیلی شما رو جلو بندازن و از نظر زمانی خیلی کمکتون بکنن. از بالا شما اگر نگاه بکنید F1 تا F8 هستن. F1 شما پراپرتیز شماست، F2 بیهیویر، F3 فیلتر، F4 اون چیز اصلی که داشته باشید، حالا اگه مووی باشه، عکس باشه، تکس باشه، یه جنریتور باشه. F5 شما پراجکت پین شماست، در واقع همین چیزی که از اینجا میتونید آن و آفش بکنید و خیلی شبیه فتوشاپه. یعنی شما اگه اینجا الان نگاه کنید میگه این که اصلا خود فتوشاپه، با این تفاوت که مثلا من توی فتوشاپ اوپاسیتی دارم و بلندینگ مود دارم، اینجا اونا رو ندارم. اگر شما بیایید از اینجا اوپاسیتی و بلندینگ مود رو هم روشن بکنید، دیگه اصلا خود فتوشاپه. از اینجا شما دقیقا میتونید لایه هاتون رو بالا پایین کنید، نظام لایه ایتون رو عوض بکنید، بلندینگ مودشون رو عوض بکنید، اوپاسیتی رو کم و زیاد بکنید، اینها رو با هم گروه بکنید. به طور مثال من الان میخوام این 4 تا با هم توی یه گروه باشن که همشون تکستن، یه گروه درست بکنم به اسم تکست، همه رو بذارم توی این گروه و حالا اگه خواستم اونا رو ناپدید میکنم، حالا یا هر کار دیگه که دوست داشتم. شورت کات خیلی مهمه دیگه، که یه قسمت خیلی خیلی مهم رو برای شما باز میکنه، F6ه، پنجره تایملاین شما در واقع، که از اینجا شما میتونید انیمیشنتون و در واقع چیزهای متحرکتون رو کنترل بکنید. کی فریم ادیتور شما برای کار کردن روی کی فریم هاست، شما اگر بخواید به کی فریم هاتون دسترسی داشته باشید و اونها رو جابجا بکنید، در نظر زمان بندی اونها رو درست بکنید، از اینجا میتونید این کار رو بکنید. تفاوت کی فریم ادیتور با تایملاین اینه که شما توی تایملاین تمام لایه ها رو میبینید، توی کی فریم ادیتور فقط اون لایه‌ای که انتخاب شده باشه رو میبینید. آدیو ادیتور شما برای صدا و فایل های صوتی شماست، که حالا باز بعدا بیشتر در موردش با هم میبینیم. و شورت کات اگه شما F6 رو دوباره بزنید این قسمت ناپدید میشه، دقیقا این همون F5 که برای پنجره پروژکت پین داشتیم. و F7 چیزی که ما توی قسمت قبلی با هم دیدیم، HUD همون هد اپ دیسپلی شما، که به خیلی از چیزها تو میتونید از طریقش دسترسی داشته باشین و کارتون رو خیلی راحت میکنه. و آخرین شورت کات که برای فول اسکرین کردن تصویر شماست، F8. اگر من F8 رو بزنم و اینجا اسپیس رو بزنم، همونطور که شما میبینید میتونم فول اسکرین تصویرم رو ببینم. اگر بخوام از اول ببینم، به طور مثال میتونم دوباره اسپیس رو بزنم، هوم رو بزنم و دوباره پلی رو بزنم. برای بیرون گشتنم دوباره مثلا خوام برای بیرون اومدن از حالت فول اسکرینم، شما دوباره F8 رو میزنی. خب این هم از شورتکات های فوق العاده مهم توی موشن.